جناب یک کردار صاحب رئیس جمهور بودن، من رو گفت که بیادر چی میکنیم، بیاد یک تیم جور میکنیم بیان کردیم آبانیم. مختصرش هم میگم گفت وطن از بیان مشترک کار میکنیم، جوان هستی، آینده داری. مبتون جناب رئیس بزرگوار تا که رهبر من اجازه نتن نمیرم. گفتم که ما با استاد گم میزنیم، جوان هستی یا اینده داریم، نکو او استاد تا بیا کپتین شویم. ما گفتم که تا پدری مرم، پدری منعی مرم، که پدری منعی اولی را دوست دارم، تا راضی نسده نمیشه. بسیار بی اگلاخه، بسیار با اگلاخه رئیس به جمهور همی تو اینه که خیص بودیم دو بودی استاد بودیم. سنیم هم گفت که مرد خواه هستی، ما خواستم که پیش روشان بودم. یعنی از نرفتن با کرزای صاحب که مستقیم رئیس جمهوری من است و من مودونش بودم، والیش بودم رسمن، که مستقیم حرفشان را رد کردم خفه نشد، اما از همت من تقدیر کرد، برای من یک جرات دیگه هم بخشید. یک روزی در زیرخانه احمد ضیاءخان مسعود جلسه داشتیم. استاد شهید بود، خوب یادم از قانونی صاحب بود، مارشال صاحب مرحوم بود، آیس بدرت علی بود، دکتر صفاز لودال لوگر بود، خودی دو سال شهید، یک تعداد کسا بودیم. بعض با میشد که گفتن که همراهی کرزای صاحب تو معاون میشی؟ من گفتم بله، تو یک گپی با من زده شده. گفت تصمیم گرفتی؟ شاید آرگه بگم گپ هم نه نماز جهان یادش میه. گفتم نه، من اول معاون نمیشم، بعد در جای کسی نمیشم که منصوب به خانواده مسعود شهید است، در جای شده کاندید نمیشم. این چیزی بود که نام پسوند مسعود من دوستش داشتم، احترام داشتم، فرزندش، خوردش، قومش، دور دسترخانش، بستگانش، همسنگرش.